داری. آن سال پس از آزادی مسعود رجوی از زندان، در همان سخنرانی روز چهارم بهمن، او آشکارا به نکوهش به انحصار طلبی ایادی خمینی و اسلام پناهی های ریایی پرداخت و گفت: من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا رو فقط ستایش کنم. ما نیومدیم که اون چه که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه. آیا ما میخواییم نسل ملعونی باشیم، نسل نفرین شدهی باشیم که فرصتها را از دست دادن؟ چندی بعد در 12 اسفند همان سال 57، مسعود رجوی در سخنرانی بعدی خود در دانشگاه تهران صراحتاً گفت: صحبت از انقلاب نکنید، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلاب طراز اسلام. در شرایطی که خمینی و آخوندهای اطراف او از انقلاب اسلامی دم می‌زدند، مسعود رجوی نخستین سخنرانی خود را در دانشگاه تهران در همان تاریخ 4 بهمن 1357 با شعار پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران خاتمه داد. سال اگرچه خواسته رهبر مجاهدین پیروزی انقلاب دموکراتیک بود، اما خمینی با سرقت انقلاب مردم ایران، با دجالگری و سوء استفاده از نام اسلام و انقلاب، ولایت مطلقه مستبدان خیش را بر مردم ایران تحمیل کرد و 30 سال سیاهی و سوگ و جنگ و سرکوب و فقر و رنج و مرگ و اسارت را بر زندگی ایران و ایرانی آورد. اما به یمن روز تاریخی 30 دی و آنچه در آن روز رقم خورد و نعمت بزرگ داشتن رهبری ذی‌صلاح و پاکباز که آن روز با آزادی مسعود رجوی نصیب مردم ایران شد، کشتی انقلاب از همه تنگناهای خطیر عبور کرد. فرزندان رشید و مجاهد ایران با هدایت و هوشیاری و فداکاری پیشتازان خود و با طی طریق در مسیر مبارزه رهایی بخشی که او پرچم آن را برافراشت، برای تحقق آن انقلاب دموکراتیک، برای تحقق همان استقلال و آزادی که شعار مردم ایران در انقلاب 57 بود، راه را ادامه دادند. سالها با مسالمت برای حفظ آزادی ها خون دل خوردند و تیغ و چماق تحمل کردند، تا نقاب از چهره خمینی برکندن و پس از آن در مبارزه با این کفتار خوناشام، اشرفها و موساهای خیش را در عاشوراهای مکرر فدا کردند. ارتش آزادی برپا داشتند، از میادین رزم با فدای جانها عبور کردند، در زندانها بر تنابهای دار بوسه زدند و سوگند وفاداری خوردند.